سرخط مهمترین خبرها، هشدار کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ادامه خاک بارش در تاجیکستان. آمریکا می‌خواهد ناوالنی را با زندانی دیگر عوض کند و جایزه سینماگران تاجیک در شهر قزان. درود بینندگان عزیز و روزتان بخیر باشد. برنامه نویدی بامدادی تقدیم شما میگردد و من فرزان محمدی در 10 دقیقه دیگر با جمع همکارانم شما را با نوگانی های تاجیکستان و جهان آشنا خواهیم ساخت. امروز 12 سپتامبر است. کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرجنی تاجیکستان خبر میدهد که هوای پرچنگ و غبار در شهر دوشنبه و نواحی اطراف و ولایت ختلان تا روز 14 سپتامبر ادامه خواهد کرد. آن به قلمرو کشور از ناحیه های جنوب و غربی هممرز با تاجیکستان وارد می شود. آژانس هواشناسی کشور هم از پست شدن حرارت هوا در مناطق سغد و بدخشان و وادی رشت خبر می دهد. به اطلاع منبع در بعضی ناحیه ها شدت شمال تا 15-20 متر در یک ثانیه رسیده چنگ و غبار به عمل می آید. مقامات بهداشتی کشور ساکنان را هشدار می دهد که قاعده های بی‌خطری را رعایت کنند. رسانه مشهور The Wall Street Journal خبر می دهد که ایالات متحده آمریکا نام الکسی ناوالنی مخالف سرسخت پرزیدنت ولادیمیر پوتین را بر روی خط زندانیان درآورده است که باید عوض کرده شود. ناوالنی در روسیه با چند اتهام به 19 سال زندان محکوم شده است. خودش و طرفدارانش پرونده را سیاسی و قصاصگیری می دانند. نشریه The Wall Street Journal با تکیه به منبع نوشته است که در تبادل نوبتی اسیران مسکو با آزادی وادیم کراسیکوف پای فشاری دارد. این کارمند خدمات ویژه روسیه در آلمان به اتهام کشتن زلیمخان خانگاشویلی قماندان صحرایی جدایی طلبان چچن به حبس ابد محکوم شده است. طبق حکم دادگاه از ماه دکبر سال 2021 وادیم کراسیکوف سال 2019 با درخواست مسکو زلیمخان خانگاشویلی را در برلین به قتل رسانده است. درباره مذاکره نوبتی واشنگتن و مسکو برای تبادل زندانیان ماه ایول نشریه The New York Times خبر داده بود. دیرتر پرزیدنت آمریکا جو بایدن این را تصدیق کرد. درباره والید شدن نام الکسی ناوالنی بر روی خط زندانیانی که باید عوض شوند بار اول خبر نش می شود. کشورهای غربی مخالف اشدی پرزیدنت روسیه را زندانی سیاسی نام برند ولی مسکو قبول ندارد. دو سینماگر تاجیک در فستیوال بین‌المللی فیلم‌های مسلمانی در شهر قزان کشوری تاتارستان صاحب جایزه گردیدند. فیلم‌های تاجیکی داوی محی‌الدین مظفر و الیف دارمی از علیجان جلیلوف در بخش‌های مختلف صاحب دیپلم گردیدند. در این باره هواداران و کارشناسان ساحه در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. در شرح آن گفته شده است که علیجان جلیلوف ختم کرده مکتب مستندسازی اتفاق سینماگران و دانشجوی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان کارگردان 20 ساله تاجیک از سوی اتحاد کیناشناسان و منعقدان سینمای فدراسیون روسیه در بخش قدم اول در سینما صاحب جایزه گردیده فیلم دوف همچون بهترین فیلمنامه از روی تهیه فیلمنامه نویس بختیار کریموف اعتراف گردیده است. منعقدان ساحه کینا میگویند با وجود شرایط پست فیلم‌آفری در تاجیکستان صاحب جایزه گردیدن سینماگران تاجیک امیدوار کننده است. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان و همتای روسش ولادیمیر پوتین با توجه به افزایش رویخط تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه همکاری‌های عمیق اقتصادی را وعده می‌دهند. تحلیلگران میگویند تعهدی رهبران برای تحکیم روابط احتمالاً امید متحدان غربی ترکیه درباره اختلاف بین اردوغان و پوتین را برباد میدهد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش همکارم شهلای گلخواجه میبینیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در نشست اولی هفته جوری در سوچی وعده دادند که همکاری های طرفین را شروع از انرژی و سیاحی تا کمک های خارجی افزایش می دهند. روابط رهبران پس از آن سر شد که اردوغان مسکو را با پشتیبانی از درخواست اوکراین به عضویت در ناتو به خشم آورد. اما تحلیلگران میگویند نتایج نشست سوچی علامت قوی آن است که رهبر روسیه برای کاهش دادن روابط با اردوغان آماده نیست. من باوری دارم پوتین نمیتواند اندیشه آن را که اردوغان را از دست میدهد قبول کند. آنها پروان ندارند که اردوغان در روابطش با کشورهای غربی و نیاتهای غربی چی کار میکند. آنها بیشتر به آن توجه دارند که با اردوغان چی گونه همکاری را براه مانند و در بسیار بخش ها همکاری میکنند. مقامات روسیه روز چهارشنبه تایید کردند که ترکیه همرو با روسیه و قطر به 6 کشور آفریقایی 1 میلیون تن غله خواهد داد.
طبق سازشنامه ترکیه غله را آرد میکند. ترکیه اینچنین برای بازار خود از روسیه غله میگیرد. اما تحلیلگران هشدار میدهند که مسکو میتواند از این سازش برای صادرات غله دزدیده شده اوکراین استفاده نماید. این نقض تحریم های بین المللی است و نگرانی ها در مورد از جانب ترکیه رعایت نشدن اجرای تحریم های ضد روسیه را به میان میآورد. تحلیلگران میگویند با تشدید تحریم ها ترکیه برای روسیه باز هم مهمتر می شود. در ترکیه میان روهای زیادی هستند که به منفعت های روسیه مثل خریداری مال از غرب، از جمله محصولات اساسی و دیگر مال ها کمک می کنند. در نشست سوچی پوتین و اردوغان همچنین تعهد کردند که تجارت دو جانبه را از 70 میلیارد فعلی به 100 میلیارد دلار زیاد نموده، از جمله ترکیه را به یک مرکز منطقوی تقسیم گاز روسیه تبدیل دهند. اما ایده از صاحب نظران میگویند چنین اقدام تلاش های متحدان غربی ترکیه برای قطع انتقال انرژی روسیه به بازارهای بین المللی را خلل‌دار میکند. رهبران روسیه و ترکیه همچنین نقشه های شرکت های روسیه برای ساختن ریاکتور دومی هسته ای در ترکیه را بررسی کردند. ملاقات در سوچی به شبه نشان داد همکاری های میان روسیه و ترکیه زیاد شده است و هر دو طرف به همدیگر ضرور میباشند. آنها همکاری و گفتگو را ادامه می‌دهند و شماره باب‌های این کتابی همکاری‌های مسکو و انقره به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. برخی از تحلیلگران می‌گویند عمیق‌تر شدن همکاری‌های اقتصادی میان روسیه و ترکیه با روابط انقره با همپیمان‌های غربی آن که می‌خواهند مسکو را در انزوا قرار دهند تهدید می‌کند و احتمالاً امید آنها با کنده شدن همکاری‌های نزدیک اردوغان با پوتین را برباد می‌دهد. ایالات متحده آمریکا خبر داد که برای اوکراین در حجم 600 میلیون دلار کمک نوین نظامی جدا کرده است. خبر رسمی در این باره در سامانه پنتاگون یا وزارت مدافع آمریکا نشر شده است. بسته نوی کمک دستگاه‌ها برای تقویت مدافع هوایی اوکراین مهمات توپخانه‌ای و دیگر وسیله‌ها را در بر می‌گیرد. ایالات متحده با شریکان و همپیمانان خود برای تأمین طلبات اوکراین در میدان جنگ و طلبات درازمدت آن در بخش امنیت کار را دوام می‌دهند. آمده است در خبر وزارت مدافع آمریکا. در چند روز اخیر ایالات متحده آمریکا چند دفعه از کمک‌های مختلف به اوکراین خبر داد. از جمله روز 6 سپتامبر کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن وارد کیف شد و گفت که واشنگتن برای اوکراین 1 میلیارد دلار جدا می‌کند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 سپتامبر را فرا می‌گیرد. پنج عصر پیش اخری سالهای 320 پیش از میلاد قلمروهای آسیای مرکزی امروزه شاهد مبارزه های شدید ارتش اسکندر مقدونی و مردم محلی گردید. شاهی جوان مقدونیه قدیم با هدف تصرف این زمین ها با ارتشش هزارها کیلومتر راه را طی کرده به سرزمین های سوخت و بختر رسید. مقاومت مردمی را سپیتامین به عهده گرفت که با کمک مردم محلی نزدیک 3 سال به ارتش عظیم اسکندر مقابلیت نشان داد. سپیتامین در این نبردها قهرمانان جان داد و امروز اسمش به حیث قهرمان خلق تاجیک در تاریخ یاد می شود. 12 سپتامبر سال 1941 زاد روز اولین کارگردان فیلم های تصویری تاجیک فیلم منور منصور خوجایف است. او بعد ختم تحصیل در مکتب مولتیپلیکاسیه مسکو سالهای 80 به تهیه مولت فیلم های تاجیکی شروع کرد. هرچند شماری آنها زیاد نیست ولی هر یکشان بر پایه افسانه و قصه های مردمی و ملی تهیه شدند، از جمله فیلم تصویری جنگ موش و گربه که در زمینه آثار عبید زاکانی ایجاد شده است. منصور خوجایف که در سن 80 سالگی در گذشت تهیه مولت فیلم را یکی از مشکل ترین ژانرهای سینما اعتراف میکرد. 12 سپتامبر سال 2014 در شهر تورنتو کانادا با شرکت شاه کریم الحسین آقاخانی چور آثارخانه اسماعیلی ها تأسیس یافت. آثارخانه آقاخانی چور که آن را موزه اسلامی هم نام میبرند، مکانی برای نگهداری و معرفی فرهنگ اسلامی و نمونه های از یادگاری های تاریخی برگزیده خود آقاخانی چور گردید. صبح امروز در بانک های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 111 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1096 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز تشکر که تا آخری برنامه ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی.mobi پیدا کنید. خدا نگهدار.